بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. فعال شیعه عربستانی: اعدام اخیر دو جوان شیعه با چراغ سبز آمریکا انجام شد. بالاترین میزان زندانی در جهان در شهر مسلمان نشین اویغور چین. دستگیری سه عامل انتحاری خطرناک در ترکیه. و ادامه کشتن مسلمانان در هند، این بار توسط پلیس و به اتهام کشتن گاو. سلام بر حضرت ابو عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان گرامی. به این بخش خبری خوش آمدید. فؤاد ابراهیم از فعالان شیعه و شخصیت‌های مخالف حکومت آل سعود در عربستان فاش کرد که اعدام‌های اخیر در این کشور با چراغ سبز ایالات متحده آمریکا انجام شده است. پایگاه اطلاع رسانی جنبش آزادی و تغییر وابسته به مخالفان حکومت آل سعود به نقل از فؤاد ابراهیم نوشت: نسبت به اعدام‌ها در عربستان از سوی دولت آمریکا خوشنودی خاموش وجود دارد. وی در توییتی در حساب کاربری خود افزود: در سالهای گذشته دولت آمریکا یا یکی از بازوهای آن در اروپا یا منطقه نگرانی خود را درباره نقض حقوق بشر در قتل و نفرت پراکنی در عربستان ابراز می کرد، اما اکنون حتی همین موضع بسیار ابتدایی هم دیگر روی میز نیست یا از بین رفته است. وی گفت: عجیب نیست که اعدام‌ها در عربستان سعودی با رضایت خاموش آمریکا انجام می شود. وزارت کشور عربستان اسفند ماه گذشته از اجرای حکم اعدام 81 نفر که 41 نفرشان شیعه بودند خبر داد. این اعدام ها به روش گردن زدن و به اتهامات واهی داشتن افکار نادرست، عقاید انحرافی، همکاری اطلاعاتی با داعش، القاعده و انصار الله یمن و اقدام علیه امنیت عمومی و ایجاد شورش و هرج و مرج در عربستان انجام شد. گفتنی است با اعدام دو جوان شیعه در روزهای گذشته تعداد اعدام شدگان در استان شینشین قطیف توسط آل سعود از ابتدای سال 2022 به 43 نفر رسید که برخی از آنها نوجوان بودند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بالاترین میزان زندانی در جهان در شهر مسلمان نشین اویغور در غرب چین قرار دارد. جدیدترین اطلاعات لو رفته توسط آسوشیتد پرس نشان می‌دهد که تقریباً از هر 25 نفر در یکی از شهرستان‌های مسلمان نشین مرکز اویغورهای چین دست کم یک نفر به اتهام‌های مرتبط با تروریسم به زندان محکوم شده که این مقدار بالاترین میزان زندانی شناخته شده در جهان است. خبرگزاری آسوشیتد پرس با انتشار گزارشی از بیشترین منطقه جهان که زندانی در دل خود جای داده پرده برداشت. در فهرست منتشر شده توسط این خبرگزاری بالاترین میزان زندانی در جهان را در شهر مسلمان نشین اویغور در غرب چین مشخص می شود. در این گزارش تایید شده اسامی بیش از 10,000 اویغوری ذکر شده که فقط در شهرستان کوناشهر در جنوب سینکیانگ در زندان به سر می برند. این گزارش تا به امروز حاوی بزرگترین فهرستی است که با اسامی اویغوری‌های زندانی منتشر شده و نشان دهنده وسعت کمپین دولتی چین است که تخمین زده می‌شود میلیون‌ها نفر را به اردوگاه‌ها و زندان‌ها کشانده است. در سال‌های اخیر چین سرکوب وحشیانه‌ای را علیه اویغورها، اقلیت عمدتاً مسلمان، به راه انداخته که آن را جنگ علیه تروریسم توصیف کرده است.
این گزارش همچنین مهر تاییدی است بر آنچه که سالها خانواده ها و گروه های حقوق بشری درباره مسلمانان اویغور می گفتند. خانواده های اویغوری و بسیاری از سازمان های حقوق بشری در سالهای گذشته بارها گفتند که چین برای کنترل اویغورها به سیستم حبس طولانی مدت متکی است و از قانون به عنوان سلاحی برای سرکوب استفاده می کند. آقای مجتبی اخوان، مدیر سازمان مسلمان آزاده از واشنگتن دی سی آمریکا با ماست. آقای اخوان سلام، وقتتون بخیر. با سلام به شما و بینندگان محترمتون، خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. خیلی ممنون. سیاست چین در آنچه جنگ علیه تروریسم نامگذاری شده، اویغورها رو فقط مورد هدف قرار داده یا همه مسلمانان؟ بفرمایید. ببینید، باید در نظر بگیریم که شینجان، ایالت شینجان 4 برابر اندازه آلمان هستش و بیشتر از 1 میلیون مسلمان همطور که فرمودید در زندان‌های این منطقه هستند. اویغورها یا ویغورها در این منطقه تجمع دارند و جدا از هانهای چینی زندگی می‌کنند. چین نشون داده در سالهای اخیر سیاستش این بوده که مشکل بزرگ رو اول حل میکنه، به این معنی که شینجان مرز جغرافیایی داره با 8 کشور و برای اینکه چین بتونه از نظر اقتصادی و سیاسی هم کنترلی داشته باشه به اون منطقه و استفاده اقتصادی از اون منطقه بکنه، اویغورها رو مورد تهاجم قرار داده و اینها رو زندانی کرده و مشکل منطقه رو از نظر اقتصادی و سیاسی خواسته با همدیگه حل بکنه و متاسفانه بالای 90% این جمعیت مسلمان هستن. با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت کمونیست چین از زندگی روزمره مسلمانان و پیروان دیگر ادیان در این کشور چه اطلاعاتی دارید؟ بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید، همه اقلیت‌ها در چین یک نوع کنترلی روشون هست، به این معنی که نمیتونن آزادانه دین خودشون رو ترویج کنن. مساجدی در چین، در جاهای دیگه چین هستش، ولی رفت و آمد به اونها خیلی کنترل شده است. افراد دورا دور مورد نظر هستن. مسلمانانی که غیر از اویغور هستن الان مورد رصد چین نیستن، ولی همه متفق القول هستن که اول اویغورها هستن و بعد تمام نظرهایی که در این مورد هستش که چه شکلی بتونه چین مقابله بکنه با بقیه اقلیت ها در رده بعدی خواهد بود. مسیحی ها، یهودی ها و دیگران که اقلیت های مذهبی هستند در چین مورد نظر هستن و متاسفانه نمیتونن آزادانه به دین خودشون برسن. در زمینه تلاش برای آزادی این حجم بالا از زندانیان اویغور، آیا کشورهای مختلف و NGO ها و سازمانهای حقوق بشری تلاشی کردند؟ ببینید، یه سوال خیلی کلیدی و جوابش چند بعد داره. یکی این هستش که کشورهای مختلف فقط یه بیانیه‌ای دادن، سعی کردن ریپورت‌هایی رو درست بکنن، رپورتاژایی درست بکنن که این مسئله رو فقط بیان بکنه، یک دیدگاه سیاسی نسبت به موضوع دارن. ولی از نظر اقتصادی چین که 1/5 جمعیت دنیا رو داره، 5/5 جمعیت دنیا رو تغذیه کالایی داره میکنه. نه تجاری که به چین میرن تا الان تصمیم گرفتن که دیگه از چین خرید نکنن. کشورهای بزرگی که رابطه مستقیم با چین دارن از نظر اقتصادی رابطهشون قطع نکردن. کارخونه های بزرگی که در منطقه شینجان یا مناطق مختلف هستن هنوز از افرادی که از شینجان یا به زندان رفتن یا فرستاده شدن برای کارخونه های مختلف که اونجا کار بکنن، هنوز از این اویغورها استفاده میکنن. پس از نظر سیاسی یک نوع نظر مخالفت از طرف کشورها و NGO ها بوده، ولی از نظر اینکه بویکات بکنن از نظر اقتصادی چین رو، متاسفانه هیچ کشور، هیچ ارگان، هیچ کمپانی و هیچ شرکتی این کار رو انجام نداده و از نظر اتحادی که بتونن مسلمان ها و افراد دیگه بر علیه چین داشته باشن، متاسفانه ما این اتحاد رو نمی‌بینیم. خیلی خوب میشد که اگه تجاری که به منطقه میرن
از جای دیگه کالاهای خودشون رو حتی اگه گرونتر هستش تهیه بکنن، ولی متاسفانه کشورها، شرکت‌های مختلف این رابطه‌شون رو نگه داشتن و کجدار مریض دارن می‌کنن با موضوع، با یه دست به قول معروف پیش می‌کشن و یه دست پس می‌زنن که میگن تلاش برای آزادی اویگرها دارن، ولی متاسفانه قدم‌های محکمی رو برای این مسئله در این مورد برنمی‌دارن. آقای مجتبی اخوند، مدیر سازمان مسلمان آزاده از واشنگتن دی سی آمریکا با ما همراه بودند. وزارت کشور ترکیه روز گذشته سه‌شنبه با صدور اطلاعیه‌ای از دستگیری سه تروریست وابسته به سنی‌های تندروی داعش خبر داد که قصد داشتند در استان بورسایی این کشور حمله انتحاری انجام دهند. این سه تروریست وابسته به داعش به نام‌های سلیمان حمود، خالد جاسم و انس غانم هستند. روزنامه ملیت ترکیه در این زمینه نوشت در چارچوب بازجویی و تحقیقات انجام شده مشخص شد سلیمان حمود قصد داشته به همراه دو تبعه خارجی دیگر به نام‌های خالد جاسم و انس غانم وابسته به گروه تروریستی داعش در بورسا حمله انتحاری انجام دهند. وزارت کشور ترکیه افزود در بازرسی از محل سکونت متهمان تجهیزات دیجیتال ویژه انفجار و مواد منفجره کشف و ضبط شد. وزارت کشور ترکیه به ملیت متهمان دستگیر شده اشاره‌ای نکرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. فعال شیعه عربستانی: اعدام اخیر دو جوان شیعه با چراغ سبز آمریکا انجام شد. بالاترین میزان زندانی در جهان در شهر مسلمان نشین اویغور چین. دستگیری سه عامل انتحاری خطرناک در ترکیه. در ادامه، ظرفیت کاروان‌های ایرانی برای سفر حج به سختی پر می‌شود. از سال 2014 میلادی که نارندرا مودی از حزب ملیگرای هندو نخست وزیر هندوستان شد، بیش از 170 میلیون اقلیت مسلمان در هندوستان بارها مورد حمله هندوهای افراطی قرار گرفتند. گزارش ها حاکی از آن است که در این مدت سازمان ها و نهادهای مسلمان بارها از کشته شدن صدها مسلمان توسط گاوپرستان که از هندوهای افراطی هستند اعتراض و شکایت کردند، اما نتیجه حاصل نشده است. در جدیدترین اقدام مسلمان کشی که این بار توسط پلیس هند به وقوع پیوست، یک زن مسلمان 53 ساله به دلیل تلاش برای رهایی پسرش از یورش 20 نیروی پلیس به او مورد شلیک مستقیم پلیس قرار گرفت. پلیس هند یک زن مسلمان 53 ساله را به دلیل تلاش برای رهایی پسرش از دست پلیس در ایالت شمالی اتر پرادش به قتل رساند. اترکور رحمان، پسر این زن کشته شده، میگوید حدود 20 نیروی پلیس برای دستگیری برادرش عبدالرحمن به خانه آنها در روستای اسلام نگار یورش بردند. وقتی مادرش در برابر دستگیری پسرش مقاومت کرد، پلیس با شلیک مستقیم او را به قتل رساند و عبدالرحمن را نیز دستگیر کرد. پس از به قتل رساندن این مادر، ساکنان روستای اسلام نگار اعتراض کردند، اما پلیس اعلام کرد عبدالرحمن که تحت تعقیب پلیس بوده یکی از مظنونان ذبح یک گاو است. به گزارش رسانه‌های محلی، عبدالرحمن که در بمبئی سکونت دارد، 9 ماه می برای شرکت در مراسم عروسی خواهرش که قرار بوده 22 ماه می برگزار شود، وارد روستای مادریش اسلام نگار شد.
اکنون خانواده این مادر کشته شده به اتهام قتل عمد به پاسگاه پلیس سید ارتانگار شکایت کردند. هرچند از این نوع شکایت ها و پرونده ها در دادگاه های هند بسیار اتفاق افتاده که معمولا با تبرئه شدن هندوهای افراطی پرونده مختوم اعلام می شود. بسیاری از فعالان در شبکه های اجتماعی با انتشار این خبر نارضایتی خود را از برخورد پلیس هند با مسلمانان ابراز کردند، زیرا به گفته آنها در هندوستان به زندگی گاوها بیشتر از زندگی مسلمانان اهمیت داده می شود. در همین راستا حسین حیدری فعال سیاسی می گوید متاسفانه وقتی مقتول گاو باشد و متهم مسلمان باشد، مادر که برای رهایی فرزند متهمش تلاش می کند را مورد شلیک مستقیم قرار می دهند. روزنامه نگار هندی محمد ثابت نیز که از این اقدام پلیس متعجب بود نوشت در ایالتی مانند اتر پرادش مسلمانان بیشتر از چه کسی باید بترسند؟ هندوهای افراطی یا نیروهای پلیس؟ از سوی دیگر روزنامه نگار تان موی از بنگلادش در بخشی از مطلبی که منتشر کرده فقدان عدالت در هند برای مسلمانان و عدم وجود جنبش های محلی و بین المللی برای حمایت از آنها را محکوم کرد. چند خبر کوتاه. عربستان سعودی برای 11 سال متوالی مانع حج 20,000 نفر از شهروندان سوریه می شود. محمد عبدالستار السید وزیر اوقاف سوریه ضمن اعلام این خبر گفت عربستان سعودی تاکنون از امضای توافقنامه مربوط به حج بین وزارت اوقاف سوریه و وزارت حج عربستان خودداری کرده است. به گفته وزیر اوقاف سوریه، سعودی ها 11 سال است که فریضه حج را سیاسی کردند، در حالی که حج از احکام عبادی اسلام است و ملک شخصی آل سعود یا غیر آن نیست. مسعود عالمی نیسی سرپرست مؤسسه تحقیقات جمعیت ایران طی اظهاراتی درباره تعداد مجردهای ایران گفت در بحث تجرد طبق آخرین آمار 11.6 میلیون مجرد در سن ازدواج داریم. وی با بیان اینکه این عدد بسیار بزرگ است افزود همین بازه زمانی انباشت عدم ازدواج هایی است که در سالهای گذشته اتفاق افتاده است، اما 88% جوانان در سن ازدواج تمایل به ازدواج دارند و ما با مسئله عدم تمایل به ازدواج مواجه نیستیم. مسئله موانع اقتصادی مثل شغل و مسکن است که ناشی از سوء مدیریت می باشد. روزنامه ایندیپندنت با انتشار گزارشی شبکه‌های اجتماعی را به مواد مخدر تشبیه کرد. ایندیپندنت در این گزارش گفته که محتوای شبکه‌های اجتماعی مانند خود ماده مخدر و گوشی موبایل مانند سرنگی است که برای تزریق مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاردینال پیترا پارلین مرد شماره 2 واتیکان در حاشیه کنفرانسی در روم به خبرنگاران گفت تأمین سلاح برای اوکراین برای کمک به این کشور در برابر تجاوز روسیه تحت شرایط خاصی از نظر اخلاقی مشروع به شمار می رود، در صورت تجاوز حق دفاع مسلحانه وجود دارد. وزیر کشور ایران با استخدام اهل تسنن در سمت‌های مناسب دولتی موافقت کرد. ماموستا عبدالسلام کریمی، مشاور رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در دیدار با احمد وحیدی وزیر کشور پیرامون مسائل و دغدغه‌های اقوام و مذاهب از جمله به کارگیری اهل تسنن در مناسب دولتی گفتگو کرد و توانست موافقت وزیر کشور ایران را برای استخدام اهل تسنن در سمت‌های مناسب دولتی اخذ کند. این در حالی است که در اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس شیعیان از اولین حقوق شهروندی خود و به کارگیری در مناسب حساس و مناسب دولتی محروم هستند.
کتاب زیارت‌های پیاده در جهان معاصر در 33 نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شد. این کتاب که نوشته دکتر محمد رضا پویافر و محشید رضایی است، به مطالعه و معرفی همزمان 7 آیین پیاده‌روی زیارتی در جهان پرداخته است که بزرگترین آنها پیاده‌روی 40، بزرگترین تجمع سالانه بشری در کربلا در کشور عراق است. روابط عمومی شبکه امام حسین علیه السلام 2 از تولید و پخش برنامه‌ای به نام رد الشمس خبر داد. رد الشمس به معنای بازگرداندن خورشید برنامه است که کارشناس آن درباره ابعاد مختلف معجزه بازگرداندن خورشید توسط امیرالمومنان حضرت علی بن ابی طالب علیهما السلام صحبت می‌کنند. این برنامه با اجرای ریاض سعیدی و با حضور کارشناس برنامه مصطفی ابراهیمی در شهر هله و به زبان عربی در دومین شبکه از مجموع رسانه امام حسین علیه السلام در حال پخش است. بسیاری از آثار اسلامی در اسپانیا وجود دارد که توسط مسلمانان جاودانه شده و امروزه به زیارتگاه و مقاصد گردشگری سالانه هزاران گردشگر تبدیل شده است. از مهمترین این آثار میتوان به کاخ الحمرا در گرانادا، قلعه عظیم مالاگا کاسابا، کاخ سویل یا همان آلکازار، قصر المبارخ یا همان المبارک اشاره کرد که هنوز پا بر جا می باشند. اسپانیا که در جنوب غربی اروپا قرار دارد، از قرن 8 میلادی تا قرن 15 تحت حکومت اسلامی بود و اندلس نامیده می شد. کوتارو سوزوکی سفیر ژاپن در عراق از حرم امیرالمومنین حضرت علی بن ابی طالب علیهما السلام در نجف اشرف بازدید کرد. طبق اعلام سایت رسمی حرم امیرالمومنین علیه السلام، سفیر ژاپن و هیئت همراه با حضور در حرم حضرت علی علیه السلام از آثار تاریخی و باستانی این مکان مقدس نیز بازدید کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه، بررسی ها نشان می دهد که ظرفیت کاروان های ایرانی برای سفر حج به سختی پر می شود. این موضوع علت های مختلفی دارد، از جمله هزینه های بالای سفر حج و اوضاع وخیم اقتصادی مردم و نپذیرفتن واکسن ایرانی توسط عربستان. بر همین اساس با تکمیل نشدن ظرفیت کاروانهای حج تمتع سال جاری، سازمان حج و زیارت ایران اعلام کرده که دارندگان فیش حج تمتع تا اول مرداد ماه 1386 که متولد 10 تیر 1336 به بعد هستند نیز برای ثبت نام در حج سال جاری فراخوانده شدند. کلاوس فونستوش، محقق و استاد دینشناسی دانشگاه کلن، در مقاله‌ای نوشت داستان حضرت مریم، مادر حضرت عیسی در قرآن که به پاکی او تاکید دارد، به بی‌اعتباری بسیاری از تصورات غلط درباره حضرت مریم کمک کرده است. وی با بیان اینکه پیش از نزول قرآن، برخی از روایات مسیحی به دنبال خدشه‌دار کردن چهره مادر حضرت عیسی بودند گفت، با نزول آیات قرآن عقاید آنها خدشه‌دار شد. وی همچنین افزود کتاب مقدس اسلام به دنبال این است که افراد مذاهب مختلف را در کنار هم قرار دهد و صلح و اتحاد را برقرار کند. کلاوس فونستوش که در شهر کلن به دنیا آمد، الهیات کاتولیک را در دانشگاه بون و دانشگاه فرایبورگ خواند و مرکز بین المللی دینشناسی تطبیقی و مسائل اجتماعی CTSI را برای گفتگوی جهانی دینشناسی ادیان مختلف در شهر بون تأسیس کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. فعال شیعه عربستانی، اعدام اخیر دو جوان شیعه با چراغ سبز آمریکا انجام شد. بالاترین میزان زندانی در جهان در شهر مسلمان نشین اویغور چین.
دستگیری سه عامل انتحاری خطرناک در ترکیه. ادامه کشتن مسلمانان در هند، این بار توسط پلیس و به اتهام کشتن گاو. ظرفیت کاروانهای ایرانی برای سفر حج به سختی پر می شوند. و نقش قرآن در تقویت هویت مسیحی، مقاله جدید از محقق آلمانی. تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت، یوتیوب و اینستاگرام اخبار شیعه ببینید. همچنین میتونید رخدادهای شهر یا کشورتون رو به شماره روابط عمومی اخبار شیعه ارسال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. اللهم اجل ولیک الفرج یا علی. خدا نگهدار.